سرخط خبرها. بایدن در صورت شکست برجام به ایران حمله می‌کند. رایزنی اسرائیل و بایدن درباره برنامه اتمی ایران. تلاش ایران برای ترور مقامات آمریکایی و انتقام قاسم سلیمانی. و اعلام وضعیت اضطراری انرژی در مجارستان. مشروع اخبار. بایدن در صورت شکست برجام به ایران حمله می‌کنی. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای با کانال 12 اسرائیل گفت در صورت شکست مذاکرات برای تمدید برجام، ایالات متحده ممکن است از زور علیه ایران به عنوان آخرین چاره استفاده کند. به گزارش اسپوتنیک رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سوال خبرنگار یونیت لوی درباره امکان استفاده از زور برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای گفت به عنوان آخرین راه حل بله. وی همچنین تاکید کرد که آمریکا قصد دارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی نگه دارد، حتی اگر این توافق را از مسیر خود خارج کند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا همچنین در این مصاحبه خروج از برجام توسط دولت سابق این کشور را اشتباهی بزرگ برشمرد و گفت که باید به این توافق بازگشت. رایزنی اسرائیل و بایدن درباره برنامه اتمی ایران. به گزارش اسپوتنیک، یائیر لاپید نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی خوشامدگویی خود در فرودگاه بن گوریون بیان کرد که قصد دارد با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا درباره ائتلافی برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران و مسائل امنیتی منطقه‌ای گفتگو کند. و افزود در طول سفر شما ما در مورد ایجاد یک معماری جدید امنیتی و اقتصادی با کشورهای خاورمیانه مطابق با توافق ابراهیم و دستاوردهای اجلاس نقب گفتگو خواهیم کرد و ما در مورد نیاز به تجدید یک ائتلاف جهانی قوی که برنامه هسته‌ای ایران را متوقف کند بحث خواهیم کرد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا سفر خود به خاورمیانه را آغاز کرد و هواپیمای وی بعد از ظهر چهارشنبه در فرودگاه بن گوریون به زمین نشست. تلاش ایران برای ترور مقامات آمریکایی و انتقام قاسم سلیمانی. یاهو نیوز بر اساس یک گزارش اطلاعاتی نوشت دولت آمریکا معتقد است که ایران ممکن است جهت انتقام مرگ قاسم سلیمانی برای ترور مقام‌های ارشد کنونی یا پیشین آمریکا تلاش کند. این گزارش محرمانه که در نیمه ماه ژوئن از سوی مرکز ملی مقابله با تروریسم آمریکا تهیه شده، قطعا نشان کرد جمهوری اسلامی برای انتقام مرگ قاسم سلیمانی به کارزاری چند لایه روی آورده که شامل تهدید کشتن، اقدام حقوقی بین المللی و صدور قرار بازداشت مقام‌های آمریکایی و تحریم آن هست. این گزارش افزود جمهوری اسلامی به صورت مداوم دونالد ترامپ، مایک پومپئو وزیر خارجه پیشین و کنت مکنزی فرمانده پیشین ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام را به عنوان هدف‌های احتمالی انتقام جویی خود عنوان کرده است. طبق ارزیابی مرکز ملی مقابله با تروریسم آمریکا، جمهوری اسلامی احتمالاً به دنبال هدف قرار دادن یک مقام آمریکایی است که از نظر مقام و نفوذ همتراز قاسم سلیمانی باشد. و اعلام وضعیت اضطراری انرژی در مجارستان. رئیس دفتر نخست وزیر مجارستان در یک نشست خبری اعلام کرد دولت این کشور در بخش انرژی وضعیت فوق‌العاده اعلام می‌کند. به گزارش اسپوتنیک این نشست توسط شبکه تلویزیونی M1 پخش شد. گویاش گفت دولت مجارستان مانند بسیاری از کشورها برای دفاع از خانواده‌های مجارستانی و تامین انرژی وضعیت اضطراری در بخش انرژی اعلام می‌کند. وزیر امور خارجه و روابط اقتصادی خارجی مجارستان نیز روز چهارشنبه گفته بود که مجارستان مذاکرات برای خرید 700 میلیون متر مکعب گاز مازاد بر قراردادهای بلند مدت موجود را آغاز کرده است و اکنون تأسیسات ذخیره گاز مجارستان به میزان 44% پر شده است. رئیس دفتر نخست وزیر مجارستان گفت علاوه بر این دولت مجارستان صادرات انرژی و هیزم را ممنوع کرده است.